سلام بچه امیدوارم خوب باشین مرتضی قوامی هستم فیلم تمرین باکس با خوراکی رو مطمئنا دیدین حالا میخوام براتون تمرین بدون خوراکیش رو هم براتون بگیرم یه چیز مهمم هم که لازمه بهتون بگم ببینید آموزش سگ فقط کار کردن با خوراکی نیست سگ باید بدون خوراکی حد و مرزها و قوانین زندگی شما رو بدونه و اگر این کار رو بکنی و با این تمرین بدون خوراکی اتفاقی که میفته سگت بهت اعتماد میکنه که اگر میذاریش توی اون فضا برای چند دقیقه خیالش راحته چرا؟ چون تو در نقش لیدر ظاهر شدی و وقتی این اتفاق میفته سگ به این گونه هستن که به لیدرشون اعتماد میکنن که اگر کاری میکنه مطمئنه که به نفع بقای گل است پس با آرامش توی اون فضا میمونه کاری که باید انجام بدین <تصحن> لیلی الان رفته داخل باکس خیلی آروم نشسته بیا دختر کاری که باید انجام بدین من اگر سگم بند و قلاده داشته باشه که بهتره داشته باشه خیلی آروم هدایتش میکنم به سمت باکس خیلی از سگا هستن که جلوی باکس استوب میکنم و دیگه داخل نمیرن به خاطر همین البته خیلی مهمه که قبلش یه مقدار تمرین با خوراکی رو انجام داده باشین که سگتون با باکس آشنا شده باشه که شما دستتون رو به این شکل حرکت میدین سگ خودش بره داخل باکس کاری که من با میکنم من لیلی رو لیلی ست ست. به این شکل میفرستم داخل باکس و قبل از اینکه در رو ببندم باید با یه قسمت از بدنم مانع بیرون اومدن سگم بشم که حالا ما از دستم استفاده میکنم خیلی از هست سگا هستن که توی این موقعیت دست ما رو دندون دندون میکنن که این برمیگرده به انرژی شما که سگ در واقع قدرت رو از شما بگیره یا نه احساس بکنه که با بازیگوشی و شیطنت و یه مقدار درد میتونه از اون فضا بیاد بیرون. اگر یه همچین سگی داری میتونی از پات استفاده بکنی به این شکل که مانع بیرون اومدن سگ بشی توی سکوت کاملا تمرین بدون هیچ حرفی، بدون هیچ فکری، به هیچ چیزی نباید فکر کنید و مرتب باید نفس عمیق بکشید. چون این تمرین در واقع شما نقش لیدر رو دارید و بعد از این که ببینید الان لیلی تلاش میکنه که بیاد بیرون من با بدنم اجازه نمیدم سب میکنم تا بره توی حالت آرامش حالت آرامش هم که قبلا بهتون گفتم یا سگ میره توی حالت نشسته یا میره توی حالت خوابیده زمانی که رفت توی اون حالت من باید در رو ببندم من الان سب میکنم تا لیلی چند دقیقه مطمئنن مقاومت میکنه به این خاطر که سگا مرتب صبر لیدرها رو میسنجن تا خیالشون راحت بشه که از پس همه امور گله برمیاد پس خیلی مهمه چیزهایی که توی این تمرین لازم دارین صبر آرامش سکوت فکر نکردن و یه زبان بدن قدرتمند چون اینجا دیگه داریم با زبان خودش باهاش کار میکنیم و یه حد و مرز رو به نوعی داریم براش مشخص میکنیم به خاطر همین نیازی به حرف زدن و یا خوراکی و حتی تشویق نیست فقط باید صبر کنید تا سگ خودش بره توی حالت نشسته که اگر زیاد کار بکنین بدن سگتون رو ببینین متوجه میشین که چه زمانی توی حالت آرامشه عالی رفت توی حالت نشسته بعد از اینکه سگ میره توی این حالت من در رو میبندم و اه یه مقدار میتونم صبر کنم یا یه دور کوچیک بزنم با سگم دوباره برمیگردم جایی که بودم یا هر جا میخوام سگم از باکس بیاد بیرون نکته ای که برای بیرون اومدن از باکس لازمه بدونی اینه که قبل از اینکه در رو باز کنی باید صبر کنی سگت یک مرحله به آرامش برسه یعنی زمانی که بلند میشه میاد پشت در تو در رو باز نمیکنی صبر میکنی توی سکوت تا مجددا بشینه بعد از اینکه نشست در رو باز میکنی و اگر سگت خواست بیاد بیرون باز باید یک مرحله دیگه به آرامش برسه به خاطر همین باز با دست یا پاد باید جلوش یه صد ایجاد بکنی بیرون نیاد و بعد از اینکه دوباره به آرامش رسید میای کنار و سگت اجازه داره که بیاد بیرون این تیپ تمرینات فوق است هم برای لیدر شدن شما هم برای حد و مرز و محدودیت گذاشتن برای سگ که این کار رو توی پارک سگ توی در واقع خونه جدید توی اتاق همه جا میتونی انجام بدی چون سگ توی هر فضایی به این شکل تو به عنوان لیدر اون رو به آرامش برسونی هم خیالش از بابت تو راحت میشه هم خیالش از اون فضا راحت میشه که چرا چون توی اون فضا به آرامش رسیده و اونجا یه جای آرامش بخش میشه براش این, ف... این در واقع فیلم حتما سیف کردن داره به نظر خود من و اگر با سگت مشکلی داری یا دوست داری در مورد چیزی برات فیلم درست کنم حتما توی کامنت ها به هم بگو و برای دوستتم بفرست که مخصوصا دوستانی که سگاشون توی باکس مشکل دارن واق میزنن سرصدا میکنن هی پنجه میکشن که بیان بیرون این تمرین در واقع برای سگ شماست مرسی از امرایتون هی